سلام روزتون بخیر امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه با یه ویدیو دیگه در خدمتتونیم و امروز دیگه بالاخره قرار راجع به ونجنس دیمن رو اسپیک تا دیمون هانتر صحبت بکنیم اسپک تانکی دمون هانتر اگه بخوام بهتر بگم و اسپکی که ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی ازش درخواست داشتیم و ماهان آریان عزیز پوست سر ما رو کندن و شبا کابوس میبینم که ویدیوی دمون هانتر رو گذاشتم و باز اونها اومدن زیرش نوشتن که ویدیوی دمون هانتر رو کی میذاری و امیدوارم این ویدیو بهشون کمک خیلی شایانی بکنه که بتونن کلاسی که دوست دارن و اینقدر براش کامنت گذاشتن و به خوبی خوب یاد بگیرن و بتونن از ویدیو استفاده کنن بریم ویدیو رو با هم شروع کنیم خب بریم وارد متن اصلی ویدیوی دمونانتر تانکمون بشیم و مثل همیشه با تلنت ها شروع میکنیم چون من بارها و بارها گفتم که یادگیری تلنت ها 50 درصد یادگیری هیروتونه پس این تیکه رو حسابی گوش کنید توی بخش جنرال دمون هانتر خیلی از توضیحات شده به ویدیو که دادیم و اون بالای ویدیو من لینکش رو میذارم شما برید نگاه کنید و توی حالا و نسخه ونجنزی که داریم براتون درست میکنیم اونقدر تغییر خاصی وجود نداره ما نهایتا اومدیم این تیکی که یکم تانکی تر رو گرفتیم و این تیکی بالاتر که یکم دیفر... یکم حالا میشه گفت اتکری تر و مثلا میزری داره و میزری این دیفیت و اینها داره رو نگرفتیم اومدیم این تیکی پایین رو گرفتیم خب بخوایم راجع به چند تا اسپل خاصی صحبت کنیم یکی از اسپل هایی که شاید اونقدر به چشم نیاز سیجیلا فلیمه که روی زمین یه مارکی میکاره یه فایر دمیجی میزنه و بهتون یه فیوری میده و در اصل اینجا خیلی نکته مهمی که فرالیتی رو اپلای میکنه فرالیتی چی جلوتر توضیح میدیم نکات دیگه ای هم توی دمون هانتر وجود داره که مثلا یک استان دارید که اینو تو اکسپنشن های گذشته نداشت تانکش و اینجا میتونید بیاید حالا تالنتاشو بگیرید و استانتون میتونه بهتون لسر فرگمنت بده و این لسر فرگمنت ها میتونه بهتون یه هیلای خیلی توپولی بده و ازش میتونید توی آپشن های مختلفتون استفاده کنید مثلا هرچی چی استفادهش کنید دمیج تیکنتون کم بشه کولدار مثلا دمون اسپایکتون کم بشه و دمون اسپایک هم سی دی اصلی تونه که دائما روتونه و نکات خاصی توی حالا بخش جنرال نداره بیشتر روی سیجیلاتون فوکس کرده که بیشترش هم رو همین سیجلا فلیمه و سعی کرده تایماش رو زیاد کنه زودتر اکتیو بشه کولانش کم بشه خلاصه خیلی چیز خفنیه این تلنت مثلا کویکن سیجل قدیم تو شدولند خیلی چیز خفنی بود یه لجندری بود که با مثلا با اسپل کریم خیلی کمبوی خفنی میساخت که حالا ارزشش اومده پایینتر حالا وارد دراگون فلایت شدیم ولی باز هم خیلی چیز خفنیه خب میخوایم بریم سمت خود ونجنس. اونجا هم توضیحاتی بدیم این تلنت هایی که میبینید اول بگم یه بیل استاندارد واسه میتیک پلاس هفته های فورتیفاید یه بیلد دیفنسیف تریه ما بیل آفنسیف تری داریم که مثلا این تیکه وسط رو ور میداریم میاییم مثلا این تیکه سولکراش و وارنبلیتی و اینا رو میگیرید و یکم آفنسیف تر حالا رو ما راجب هر دوتاش صحبت میکنیم توی ده یه ده،, ده و یک به صورت کلی دیمون آنتر یه تغییرات خیلی مثبتی کرد و تیر ستی که داشت تیر ست خیلی مثبتی بود اسپلای هیلش رو باف کردن و برای همین بود استارت سیزن قبل از اینکه دیرویدا یهو بیان بالا دیمون آنترها خیلی متا شدن خیلی سری دیمون ها رو ساختن که اسکورشون کشیدن بالا و تا اینکه حالا تغییرات دروید انجام شد و دروید یهو اومد بالا و حالا اگمنتیشن معرفی شد و اینقدر با دروید مشتر و اینها بود خیلی اونجا دیروید اومد بالا ولی دیمون هانتر هم چیزی کم نداره دمون از نظر دمیج یکی از بهترین تانک های بازی بوده از اولی که معرفی شده و همیشه هم قدرت عجب غریبی داشته توی این ورژنی که حالا ما داریم بازی میکنیم توی این ده یک پنج و ده یک هفت حالا به اینجا همون هم جوری که تو تصویر دیدید چیزی کم نداره و قدرت های خیلی زیادی داره حالا میخوایم بریم سمت ونجنس اونجا توضیحاتی هم راجع به تالنت های ونجنس بدیم این بیلدی که میبینید بیلد استاندارد ما واسه هفته های فورتیفایده که یکم دیفنسیو تره و برای هفته های حالا تایرنیکال باشه یا که استون پایین تر باشه بخواید یکم دی پی بیشتری بدید میتونید این خط وسط رو حذف کنید بیارید اینور بذارید و اینجا یکم دمجتون رو افزایش میده البته دمیج تیکر هم کاهش میده به خاطر تالنت مختلفش ولی بیشتر در روی دمجتونه و دمیج خیلی زیادی میتونید بدید و دمونانتر تانک هم توی هایی که وجود داشته از لیجن میور همیشه یک از تانک هایی بوده که دمیج خیلی زیادی داشته و این دمیجش یک جاهایی قشنگ با اون تاپ ها مثل وریور مثل مانک و اینا برابری میکرده خب میخوایم بریم راجع به یه سری تالنت های خاصی صحبت کنیم که خیلی به کارمون میاد اولین تالنتی که میخوایم صحبت کنیم فایری برند. فایری برند چیه یکی از سیدی های دیفنسیومونه که توی این پش تمرکز خیلی زیادی و روش گذاشته چیکار میکنه گفته روی تارگت میندازینش یه فایر 40 درصد دمیج تیکن شما رو از اون تارگت کم میکنه خب این شاید بگین خب روی یه تارگت اون یه تارگت ما تو پک چه اهمیتی اون میتونه داشته باشه ما تالنت هایی داریم که مثلا فایر برند و روی تارگت های دیگه میتونید بندازین که قبلا لژندری بود الان کردنش مثلا تالنت یا مثلا فایر دمیج فایر دمیج شما رو زیاد میکنه و فایر دمیج مثلا تایمش زیاد میشه فایر برند باعث میشه یک شارژ اضافه در داشته باشه کولانش کم بشه و چهار ستمون هم هر 20 سول فرگمنتی که استفاده بکنیم یه فایر برند روی تارگت میندازه و شما اگر درست بازی کنید میتونید یه آپ تایم خیلی خوبی روی فایر برند هاتون داشته باشید و یه دمیج خیلی زیادی هم بدید چون گفتیم دیگه به خاطر این تالنت فایر دیمایس 40 درصد فایر دمج تارگت ها از شما بیشتر میشه حالا چیا فایر دمیج میزنه فل لبسشن فایر دمیجه اسپریت بوم فایر دمیجه فرکچر و حالا شیر به خاطر ستمون فایر دمیج میزنه و دیگه ایمولیشن اورا مشخصا فایر دمیج میزنه خیلی اسپل ها هستن فایر دمیج میزنن و این فایر دمیج میتونه خیلی دمیج زیادی رو براتون داشته باشه و اگر حالا لاگ ها رو نگاه کنید دمون همیشه یک دمیج قابل قبول قابل اعتنایی داره خب حالا بریم بخش های دیگه رو صحبت بکنیم نکته دیگه ای که میخوایم صحبت کنیم تمرکز بلیزارد روی دمون اسپایک الان من دمون اسپایک رو اینجا سرچ کنم دمون اسپایک بینید تلنت های خیلی مختلفی براش معرفی کردن توی دراغون فلایت که باعث شد دمون اسپایک تبدیل به یه سیدی خیلی خفنی بشه دمون اسپایک چیه؟ اکتیو uh, میتیگیشنتونه یا لول که دائما باید روتون باشه 8 ثانیه روتونه بهتون 15 درصد پری میده و حالا n درصد هم آرمور میده که این درصد آرمور با درصد تون بالاتر میره هرچی چی بالاتر باشه آرمور بیشتری دریافت میکنه پس برای همینه که پرایمری استاتمون خیلی مهمه خب میبینید اینجا 15 درصد بهتون پری میده وقتی تموم میشه دمیج تیکنتون 12 درصد کاهش پیدا میکنه و این هی کم و کمتر میشه که اون تیکه هایی که مثلا فایر اون تیکه هایی که مثلا دمون اسپایک ندارید شما یهو یه اچ پی تون نریزه یا مثلا دوریشنش زیاد میشه اینجا هر چیز سول فرگمنت استفاده کنیم کولانش کمتر میشه و خلاصه خیلی تالنت ها داره که این رو باف میکنه پس این اکتیو میتیگیشن تونه باید سعی کنید دائما روتون باشه خب اصطلاح بعدی که میخوایم توی دمون هانتر راجع بهش صحبت کنیم فرالیتی چیکار میکنه گفته هر زمان سیجلا فلیم به یه انمی بزنیم به مدت 6 ثانیه این سیجلا فلیم به مدت 6 ثانیه روش فرالیتی میفته و زمانی که اون تارگت رو دمیج میکنید فرالیتی شما رو دائما هیل میکنه و ما گفتیم ما دمیج خیلی زیادی از طریق فایری برند و تلنت های مربوط بهش داریم و این میتونه خیلی هیل زیادی به همون بده خب چیا به همون فرالیتی میده؟ یکیش که سیجلا فلیمه اولین تلنتمون اینوره دیگه چی اسپریت بم میتونه روی تارگت ها فرالیتی بندازه سول کلیو میتونه روی تارگت ها فرالیتی بندازه و بجز اون چه اتفاقاتی میفته آیا فقط فرالیتی به همون هیل میده خب اگه اینجوری باشه اونقدر برامون نباید خفن باشه نه فرالیتی باعث میشه که دمیج تیکن شما کاهش پیدا کنه باعث میشه دمیج دان شما افزایش پیدا کنه و این و اینها استک میشه و مثلا شما فرض کنید بین 4 تا 6 استک فرالیتی معمولا روی تارگت هاتون دارید اگه درست بازی کنید حالا تا 8 تا میرید ولی اگر درست بازی کنید بین 4 تا 6 تا استک همیشه دارید یعنی چی یعنی شما و تارگت ها رو تقریبا 20 درصد بیشتر میزنید 20 درصد ازشون کمتر میخورید و اینجا میبینید سول کلی مثلا روی تارگت اصلیش فرالیتی میندازه 8 ثانیه هم هست و فرالیتی میتونه استک بشه نقطه اصلیش اینجاست و مثلا تلنت هایی که اینجا داریم راجعش صحبت می کنیم یکی همینه که دمجدان شما رو اون تارگت رو افزایش میده مثلا 20 درصد 24 درصد شما دمجدان دارید حالا شما اینجا میبینید فایری برند چه همه دمیج میتونه بده و همه اینا از طریق فرالیتی دوباره میتونه بهتون هیل بده و نکات مختلفی که توی اینها وجود داره کمک میکنه شما یک دم اینجا مثلا 4 درصد دمیج تیکن شما رو کاهش میده و میگم مثلا 20 درصد همیشه دمیج دان دارید 20 همیشه دمیج تیکن دارید خیلی تانک خیلی خفنی میتونه باشه اگر درست بازی کنید دمون هانتر یه مشکلی داره. اینی که داره اینه که پلیری که تجربهش کمه اگر بیاد دمون هانتر بازی کنه و یه اشتباه بکنه خیلی سریع میتونه اذیتش کنه و مجبور بشه سی دی رو ترید کنه خب نکات دیگه ای که وجود داره سیجیلامونه یکی سیجیل سایلنسمونه که خیلی مهمه شما زیر پای تارگت ها میندازید 8 ثانیه سایلنس میکنه اینجا تلنت ها رو این وردارید که میتونید بگیرید و فکر میکنم کمبای تلنت های سیجیل دمون هانتر بگیرید تا 16 ثانیه یا 20 ثانیه یه پک رو شما میتونید تنهایی سایلنس نگه دارید دومی سیجیلی که باید راجع بهش صحبت سیجیل اف چینه که حالا چون خیلی رفته تو گوشه دیگه معمولا تو هیچ بیلدی نمیگیرمش کارش چیه کارش اینه که ادهار رو یهو جمع میکنه تو یه نقطه استکشون میکنه مثل مثلا گریپ دیکه ولی چون خیلی تالنتش رو بجا گذاشتن معمولا به اینجا نمیرسید و اگه تالنت رو یه ریورک کوچولی بکنن سیجلاف مثلا چین رو بیارن یکم وسطتر شاید بتونیم در آینده بگیریمش میزری هم که اینجا توضیح دادیم میزری هم دیگه متاسفانه حالا توی بیلد تانکیمون نمیگیریم چون دم... کارایی که برامون میکنه اونقدر خفن نیست ولی برای دی حتما میزنه میگیریم چون توی میز... دی پی اس بهمون به دمیج داد میده خب فکر میکنم کنم نکته ای توی بخش تالنت هامون نمونده باشه بخوایم بگیم و اکثر تالنت هاش تالنت های خیلی یه نکته خاصی نداره این گفتم بیلده دیفنسیو بیل هم داریم که با تلنت های مربوط به فرالتی و اینها بازی میکنید که فرالیتی تون رو باف میکنه میبینید این بیل دوم و بیل آفنسیف ترتونه که مثلا میاد دارک گلر بول میگیره که یک از لژندریاتون بود توی پچ پیش و میتونه کولدان مثلا فلوستیشن رو کاهش بده یا مثلا تلنت های مربوط به فرالیتی رو میگیرید که هم دمیج بیشتری به تارگت ها بدین هم دمیج کمتری از تارگت ها بخورید و نکاتی که اون بخش قبلی توضیح دادیم و فکر میکنم در اکثر نکاتش رو گفتیم میخوایم بریم سراغ اسپل ها که بیشتر از این هم وقت ویدیو رو نگیریم و بخش جنرالش نکته خاصی توی بخش جنرالش وجود نداره که من بخوام براتون بگم که یاسنو استانتونه مثلا دیستراب اینترابتتونه ایمولیشن اورا یه فایر دمجی به اطراف میزنه بهتون فیوری میده و زمانی که توی پک ها استفادهش کنید باعث میشه که هم فیوری بیشتری بده هم بهتون لسر فرگمنت بیشتری بده و این لسر فرگمنت ها میتونه استفاده بشه و اسپل های دیگه رو باهاش استفاده کنید و حالا کولدار مثلا دمون اسپایکتون رو کم کنید و خلاصه نکته دیگه ای فکر میکنم تو این بخش نداشته باشیم میخوایم بریم تو بخش خود تالنت های دمون هانتر توی اسپل های دمون هانتر و اونجا با مستریمون میخوایم شروع کنیم که اسمش فل بلاده و گفته آرمور شما رو به نسبت اجیلیتیتون افزایش میده و این بونس آرمور توی تایمی که دمون اسپایک روتونه دو برابره یعنی اگر به صورت نرمال من 20 درصد اجیلیتیم آرمور میگیرم زمانی که دمون اسپایک هم رو یوز میدم که دمون اسپایک اینه و اینجا میتونید ببینینش این درصد میشه 40 درصد که خیلی خفنه بهم اتک پاورم میده که اتک پاور بین همه تانک ها شیره و دیگه نکته خاصی در موردش وجود نداره مثلا دمونیک وارد وجود داره که دمیج تیکن شما رو کم میکنه یا مثلا تلنت تیک اسکین وجود داره که بهتون استامینا میده و آرمور میده که اینها مخصوص تانکه که پسیف هایی که وجود داره اما میخوایم بریم سراغ اسپل های اکتیو اسپل اکتیو اصلیمون که پیش از اینم راجع بهش صحبت کردیم دمون اسپایکه چیکار میکنه 15 هر 15 سانیه بهتون یه شارژ میده 8 ثانیه روتونه و اگر درست بازی کنید میتونی یه آپ تایم خیلی خوبی ازش نگهداری توی دانجن ها و توی رید میتونید خیلی آپ تایم خوبی ازش نگه دارید و چیکار میکنه بهتون یه میزانی آرمور میده که گفتیم این آرمور با میزان اجیلیتیتون مستقیما در ارتباطه و بهتون به خاطر تالنتی که اینجا داره دفلکتینگ اسپایک بهتون یه پری هم میده حالا پری چیکار میکنه واسه اونایی که حالا شاید تانک بازی نکردن یا ورلد اف وارکرافت تازه شروع کردن پری یه استلاحیه که شما یه اتکی رو با ویپنتون میگیرید یعنی 100 درصد دمیج اون اتک رو نمیخورید ویپنتون میاد جلو توی تصویر اون اتک اون تارگت رو بلاک میکنه اگه مثلا اگه تو فیلم دیدید شمشیراشون یهو یه به هم گیر میکنه اون میشه پری تو اصطلاح ورد اف وارکرافت و 15 درصد چانس پریتون رو این اسپل زیاد میکنه پس خیلی مهمه دائما روتون باشه بعدی فل لو چیکار میکنه ازتون 50 تا فیوری میگیره فیوری چیه این خطیه که زیر اچ بارتون پر میشه و اسپل های مختلف که میذاری بهتون فیوری میده مثلا فرکچر بهتون 25 تا فیوری میده نمیدونم مثلا اسپل دیگه د... ایمولیشن اورا بهتون فیوری میده و 50 تا فیوری ازتون میگیره به سمت جلو یک فوتی میکنه این فوت به همون میزانی که حالا دمیج میده میتونه هیلتون کنه و تلنت های مختلفی داریم که باز بافش میکنه مثل همین دارت گلربون که میتونه کولانش رو کاهش بده میتونه فیوری که استفاده کرده رو یه بخشش رو برگردونه یا مثلا میزان هیلی که داده رو باز بهتون ابزورب شیلد بده که حالا ما زیاد به این تلنتاش کار نداریم یکی از مهمترین نکاتی که در مورد فلدوستشن وجود داره اینه که شما رو وارد متا میکنه زمانی که تموم میشه به خاطر تلنت دیمانیک این تلنت دیمانیک رو میبینید زمانی که فلدوستشن تموم میشه شما وارد متا میشید خب وارد متا بشید چه خوبی هایی داره متا اینجا یه اسپلیه که اینجا داریم متا توی صفحه تانکی بهتون 50 درصد مکسیموم اچ میده 200 درصد آرمورتون رو زیاد میکنه و فرکچر و شیرتون که حالا یه اسپلت با هم جابجا جا, به جا میشه بهتون لسر سول فرگمنت بیشتری میده و فیوری بیشتری هم میده مثلا اگر فرکچر من به صورت عادی 25 تا به هم فیوری میده اونجا میشه 45 تا و اگر مثلا دو تا لسر فرگمنت میده اینجا میشه سه تا لسر فرگمنت خب لسر فرگمنت ها رو چیکار میکنیم ما مثلا با اسپریت بمب استفاده میکنیم با سول کلیو استفاده میکنیم یا زمانی که استفادهش میکنیم به خاطر این تلنت های وسط باعث میشه کولان دمون اسپایکمون کاهش پیدا کنیم ما بتونیم دمون سپایک رو بیشتر رو خودمون نگه داریم بیشتر پری داشته باشیم بیشتر آرمور داشته باشیم و اگر تانک بازی کرده باشید میدونید که زمانی که تانک بازی میکنید آرمور بیشتر همیشه بهتون کمک میکنه خب ما تو همین تیکه فکر میکنم سه تا اسپل رو توضیح دادیم بعد از اون اینفرنال استرایک رو داریم که اینفرنال استرایک یه مسیری و جامپ میزنه و شما به اون تارگت هایی که زیر پاتون باشه یه دمیج فایر میزنید که حالا توی ورژن های جدید نرفش کردن قبلا مثلا سیجلا فلیم مینداخت که حالا تالنت های این وره اگه اشتباه نکنم و الان دیگه اونها رو نمیندازه سیجل اف سایلنس رو که توضیح دادیم و فقط میمونه همین سه تا اسپل که از اسپریت بمب شروع میکنیم اسپریت بمب چی گفته گفته 5 تا سول فرگمنت استفاده میکنه و یه ایوی دمیج فایر دمیجی میزنه که دمیجش خیلی زیاده تو دانجن ها الان من بهتون لاک ها رو روی تصویر نشون میدم که میبینید فایر دمیج خیلی زیادی میزنه و گفتیم دمیج فایرش از طریق مثلا فایر دی مایکس و حالا فایری برند و اینها باف میشه و باعث میشه که شما به خاطر فرالیتی ده درصد دمیجی که میده رو هیل بشین فرالیتی هم تلنتی بود که اینجا قرار داشت با نکات مختلف توی این بیلد دیگه هم باف میشد میتونست بهتون دمیج دان بده میتونست بهتون دمیج تیکن بده و استک های خیلی مفیدی داشت سول کلی وجود داره که سول کلی و میتونه به 5 تا تارگت جلوتون دمیج بده و به یه میزانی هیلتون میکنه به جای 5 تا سول دو تا سول مصرف میکنه و شما رو به همون میزان هیل میکنه اگر شما سول دارید و حالت ایو ای خیلی زیادی دائم دارید, دارید سول تولید میکنید اسپریت بمب و اگر حالت یکم کمتره میتونید از سول کلیو استفاده کنید این تا فیوری میخواد این تا فیوری میخواد و آخرین اسپل که آرتیفکتمون توی لیژن هم بود چیکار میکنه سول کارور اسمش و سول کارور یه فایر دمیج خیلی زیادی میزنه میبینید دوباره فایر دمیج فایر دمیج هم گفتیم با فایر برند هی دمیجش میره بالا پس میبینید کل کمبوی دمون رو بر فایر دمیج گذاشتن و فایر دمیج خیلی زیادی به تارگت میزنه و دائما بهتون به مدت فکر میکنم 5 ثانیه 6 ثانیه که روتونه دائما بهتون لسر فرگمنت میده اولش دو تا بهتون میده بعد دونه دونه یکی یکی هر یک ثانیه بهتون میده که مجموعا 5 تا یا 6 تا بهتون لسر فرگمنت میده لسر فرگمنت ها رو میتونید اسپریت بم کنید میتونید سول کلیف کنید و زمانی که استفادهش کنید باز وارنبیلیتیتون اکتیو میشه اینجا میبینی وارنبیلیتیتون اکتیو میشه بدون دمیج دان میده اینجا دمیج تیکرتون کاهش میده چون فایر دمیج خیلی اینجا دمیج میده و مثلا اگه تلنت های وسط داشته باشید چون دادی سول فرگمنت استفاده میکنید کولان دمون اسپایکتون رو کاهش میده و گفتیم دیگه دمون اسپایک هم چقدر برامون مفیده و فکر میکنم با این توضیحات تمامی تلنت های و تمامی اسپل هاشو توضیح دادی. خب میخوایم بریم سراغ روتیشنمون و روتیشنمون هم یه توضیحی بدیم هر چند من بارها و بارها گفتم ما توی تانک ها چیزی به نام روتیشن نداریم و یعنی اینجوری نیست که مثلا اینو بزن اینو بزن اینو بزن نه اینجوری نیست شما بستگی به شرایط باید یک ریاکشنی نسبت به شرایطتون داشته باشید نکاتی که حالا در مورد دیمون هانتر وجود داره اینه که شما همیشه باید سعی کنید با یه دیفنسیوی وارد پک بشید دیمون هانتر به صورت عادی یک کاراکتر به شدت ضعیف و شلیه اگر بدون هیچ سی دی وارد پک بشید توی دو تا چک راحت میبینید یا مثلا تلنت لس ریزورتتون خیلی راحت پراک میشه خب چه جوری باید وارد پک بشین شما همیشه یه سیجیل اف فلیم باید اول زیر پای پک بندازید چون بهتون یه فیوری میده این فیوری میتونه جاهای دیگه استفاده بشه بهتون فرالیتی میده این فرالیتی میتونه تبدیل به هیل بشه خب دیگه باید چیکار کنیم قبل از اینکه وارد پک بشیم باید دمون اسپایک بزنیم گفتیم دمون اسپایک بهمون آرمور میده دمون اسپایک چانس پریمون رو زیاد می‌کنه پریایی که میدیم میتونه دمیج تکنمون رو کاهش بده و دیگه چی و بعد از اون باید فایر برند و خیلی سری رو اون تارگتی که بیشترین دمیج رو توی پک ها بهمون به میزنه اپلای کنیم چون فایر برند رو میندازیم این فایر برند میتونه توی پک ها به خاطر تالنت برنینگ الایو پخش بشه و 4 ستمون هر چی سول مصرف کنیم میتونه برامون فایری برند رو تارگت ها بندازه و برای همین سعی کنید همیشه تارگتی رو تا تارگت کرده باشید که فایری برند روش نباشه که دائما بتونید از اسپل هاتون استفاده کنید و بعد از اون دیگه مثلا سول کارورتون رو استفاده میکنید ایمولشن اورا رو استفاده میکنید که حکم تولید کننده لیزر فرگمنت رو براتون داره و مثلا با اسپریت بمب و سول و اینها خالیش میکنید و کاهش میدیدش و اگر بخواید وارد متا بشید از فل استیشن استفاده میکنید یا از خود متا استفاده میکنید که این تقریبا یه مین کولان داره حالا اگر تلنتش بگیره چانسش بگیره دارک بونش برامون بگیره این متا تایمش هم کولانش هم کمتر میشه میتونه مثلا بشه 48 ثانیه میشه 40 ثانیه و دائما ازش میتونید استفاده کنید هر یک باری که مثلا خود متا کولان بشه سه بار حداقل میتونید ازش استفاده کنید خب باید توی حالا این بیلدی که داریم سعی کنید بیشترین میزان تولید لسر فرگمنت رو داشته باشید با مثلا فرکچر و اسپل های دیگه و بیشترین مصرفش هم بکنید که دائما روی تارگت وارنبلیتی باشه الان به صورت مثال میخوایم بریم توی پکی و اول فایری برند و وارد پک میشیم شروع میکنیم دمیج دادن میبینید من دائما دارم تولید میکنم و سعی میکنم با اسپل های مختلف هم این رو وردارم فایر برندم هم روی تارگت بندازم و میبینید فایر برندم روی تارگت های مختلف داره داره من پخش میشه روی الان همه اینا دارن به من کمتر دمیج میدن و من دائما حالا وقتی تعداد استک هاشم بیشتر شد میتونم هانت بزنم که هانتم هم بیشترین دمیج بزنه و میبینید من فقط دائما دارم یه سی دی میزم. سعی میکنم دمون سپایک رو آپ کامل نگه دارم و همین روتیشن ساده براتون کفایت میکنه چون تانکی چیزی به نام روتیشن نداره به اون سبکی که مثلا کلاس های دیگه دارن و دائما استفاده میکنن و من به شما توصیه میکنم که زمانی که دارید دمون هانتر یاد میگیرید سعی کنید از بیلدهای های بازی کنید و دیفنسیفترش رو یاد بگیرید بعدا بتونید حالا به نسبت شرایط واکنش بهتری داشته باشید به شرایطی که روتون اتفاق میفته در مورد استت ها و نکات دیگه ای هیروتون رو بخوایم صحبت بکنیم استتتون همونجوری که تو ویدیو توضیح دادیم اولویت اولتون آیتم لول یا اجیلیتیه و گفتیم هرچی اجیلیتیه بیشتری داشته باشید آرمور بیشتری دارید هرچی تانک آرمورش بیشتر باشه تانک سفت‌تریه. پس این نکات رو باید حتما بدونید بعد از اون هیست قرار میگیره هیست بهتون سرعت اتک هاتون رو زیاد میکنه گلوبالتون رو کاهش میده باعث میشه بتونید لزر فرگمنت بیشتری تولید کنید وقتی اونها رو مصرف کنید دمیج بیشتری میدید دمیج تیکنتون کاهش پیدا میکنه و خلاصه خیلی نکات مختلف و هیست یکی از اصلی ترین برای همه تانک پس هیست خیلی میتونه روتون تاثیر داشته باشه بعد از اون کریت و ورسا قرار میگیره که اولویت رو من به ورسا میدم به عنوان یک تانک و حالا کریت اگر بخواید مثلا کیسون های پایین تر برید میخواید 16 برید بوست کنید میتونید مثلا هیسکریت ببندید که دمیج خیلی زیادی بدید و با تلنت های مثلا فرالیتی و تلنت هایی که توضیح دادیم صحبت بازی کنید و اگر میخواید کیسون های بالاتر برید پوش بدید باید هیسکریت بازی کنید که دمیج تیکن کمتری داشته باشید و هلینگ بیشتری داشته باشید خلاصه نکات مثل این پایین تر از همه هم, هم قرار میگیره که مستریمون چیکار میکرد به نسبت اجیلیتی اون بهمون آرمور میداد و اتک پاور میداد درسته دو تا چیز خیلی خوبه ولی اولویت اینها در کل بالاتره و بعد از اون مثلا ریس و این چند تو جم و اینها قرار میگیره که حالا این چند تو جم رو بر اساس اولویت استتتون میتونید بزنید میبینید خودش مثلا پیشنهاد داده هیس استفاده کنید اگر میخواین دمیج خیلی زیادی بدید من به شما توصیه میگم هیس فرسا استفاده کنید اگر میخواید تانکی استفاده کنید و بقیه این چند هاتون هم توی ویدیو دارید میبینید مثلا سوفیک دیووشن و وفتینگ دیووشن وجود داره که یکی بهتون هیس میده یکی بهتون استت میده حالا بستگی به میتونید آفنسیو و دیفنسیو بازی کنید و بعد از اون مثلا روی رینگ هاتون میتونید هیست بزنید میتونید ورسا بزنید بستگی به هیروی خودتون داره هیروتون رو همیشه بشناسید و به نسبت اون تصمیم بگیرید تنها نکته ای که در مورد تانک ها وجود داره چون دمیج تیکن معمولا کمتری دارن میتونید روی بکتون و روی ریستتون میتونید لیچ بزنید که لیچ باز بهتون کمک میکنه به نسبت هیلی که میدید و به نسبت دمیجی که میدید دوباره یک هیل کمی هم بهتون برگرده خلاصه چیز خوبیه اما در مورد ریس ریس دمون هانتر فقط سمت الیانس نایتل داره و سمت ورد فقط بلادل داره پس نکته ای در موردش باقی نمیمونه کانسومبل هاتون هم مشخصه میتونید از ورسا استفاده کنید گفتیم ورسا برای تانکیتون خیلی مفیده روی دمیجتون هم تاثیر داره گلیشیال فیوری ارزشش کاهش پیدا کرده توی سیزن دو و همین تپید ورسا خیلی نکته مهمتر و بهتریه و هفته های مثلا فورتیفاید و اینها مثلا از آی آفت استور استفاده کنید که به نسبت تارگت هایی که دمیجتون میدن بهتون پرایمری استت میده یعنی اجیلیتی میده اجیلیتی بهتون آرمور میداد اجیلیتی بهتون اتک پاور میداد پس این هم میتونه خیلی چیز خفنی باشه یعنی به صورت عادی توی دانجن ها زمانی که پک ها میکشید یه چیز حدود 750 تا اجیلیتی همیشه روتونه اجیلیتی بیشتر آرمور بیشتر سفتی بیشتر و خیلی نکات دیگه پوشنتون هم میبینید المنتال پوشن اف که باز بهتون میده توی اون تایم سی و هم میتونید سفترتون بکنه هم میتونه دمیجتون رو زیاد کنه و فود و این هم که مشخصه فود باز هم اجیلیتیه که حالا به صورت فیست یا به صورت فیت فورشن کوکی وجود داره که همش اجیلیتیه و رون هایی هم که میتونید بزنید رونه هیسته که گفتیم دیگه هیست چون استت اصلیتونه می تونه میتونه حسابی براتون خوب باشه در مورد آیتم های ساختنی رو بخوایم صحبت بکنیم آیتم های ساختنی برگردیم توی بازی آیتم های ساختنی چون شما اونقدر را مشکلی از لحاظ و اینها ندارید به خاطر تالنت های مثل مثلا کلسیفاید اسپایک و دیگه مثلا وید ریور و خیلی تالنت های دیگه که دمیج تیکنتون رو کاهش میده و فایری برند و کمبویی که الان نشون دادن فایری برند رو همه تارگت ها میتونه پخش باشه شما میتونید دوتا تا شادو فلیم بسازید میبینید من یه لگ شادو فلیم ساختم و یه ریست شادو فلیم ساختم یک ویست شادو فلیم ساختم ببخشید و اینها جفتش دمیج خیلی زیادی میده میتونه توی دمیجتون که گفتیم دمیج خیلی زیادیه تاثیر داشته باشه و شادو فلیم دمیجه یعنی هم شادو میزنه هم فایر دمیج میزنه و ما فایر دمیج اون با فایری برند افسایش پیدا کرد پس این میتونه خیلی چیز خفنی باشه تیرین که هم میبینید باز هم تیرین های فایر دمیج زسکارنو خود مثلا الیمنتون پاکت آنویله که بلیزارد سعی کرده توی پچ های جدید یه کاری بکنه که تیرینکت ها از اسپل های هیرو ها تاثیر نگیره ولی توی بعضی از هیرو ها همچنان تاثیر داره مثلا مثلا ترینکتتون با کامباسشن شرمیج ممکنه کار نکنه ولی با یه سری اسپل ها و اینها همچنان کار میکنه و میتونه خیلی چیز خفنی باشه ویپن هاتونو میتونید ویپن های اول رات بندازید برای هفته های تایرن ولی برای هفته های دیگه میتونید از ویپن های دیگه استفاده کنید حالا این پی تی من ویپن های نو خدافنسیو گذاشتم که الان برای شما واقعا توی بازی وجود نداره و ویپن هاتون من توصیه میکنم بسازید و ویپن های خیلی خوبی هم میتونید بسازید و هیست و میتونید ویپن بسازید و خیلی ازش استفاده های خوبی ببرید خب فکر میکنم تمامی نکات این بخش دمون هانتر رو هم گفتیم و نکته براش باقی نمونده ما راجع به تالنت ها صحبت کردیم راجع به اسپل ها صحبت کردیم راجع به روتیشنی که باید بازی کنیم صحبت کردیم و راجع به آیتم ها و استات‌ها ها و حالا ریس و, اینچند و این چند و اینها هم گفتیم نکته دیگه فکر نمی کنم. باقی مونده باشه نهایت بخوایم راجع به ویکاورا و اینها صحبت کنیم که شما ویکاورای خاصی ندارید صرفا یه هادی که وسط صفحه اسپل هاتون جمع کنه دیگه نیاز نباشید دائما این پایین ها رو نگاه کنید یه حاد نهایتاً بتونید استفاده کنید که من لینک ویکی های دمون هاتر رو براتون میذارم و نکته ای که حالا مهمه که بتونید ترکش کنید که توی همین هاد ها ترک میشه تایم دمون اسپایک و حالا موقعیت 4 ستتون که 4 ستتون میتونه براتون فایر برن رو تارگت ها بندزه. پس نکات کلی هیروتون رو براتون تو این ویدیو سعی کردیم خیلی سریع بگیم بریم بخش پایانی ویدیومون رو هم ببینیم خب خیلی ممنون که تا پایان ویدیو همراهمون بودید اگر ویدیو رو دوست داشتید و به کارتون اومد لایکش کنید چون تو یوتیوب بهمون کمک میکنه و چنل رو هم سابسکرایب کنید چون داره کم کم سیزن 3 سی دراگون فلایت وارد پی تی آر میشه و ما میخوایم ویدیوهای پی تی آرش رو کم کم بذاریم و سعی میکنیم خیلی دقیقتر توی یک تایم کمتر ولی دقیقتر براتون به نسبت رول های مختلف ویدیوها رو توضیح بدیم ممنون که تا پایان ویدیو همراهمون بودید فعلا خدا نگهدار شما